شب شما بخیر. به برنامه دیگه از روی خط خوش اومدید. بالاخره ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دومین روز از نشست هسته‌ای برای اولین بار وارد محتوای مذاکرات شدند. این رو مقام‌های ایرانی اعلام کردن و گفتن احتمال رسیدن به توافق وجود داره ولی انعطاف لازمه. از آغاز مذاکرات هسته‌ای حرف این بوده این غنیز ایران غنی‌سازی رو حق خودش می‌دونسته ولی غرب نه. به نظر شما خواسته غرب برای توقف غنی‌سازی منطقیه یا نه؟ چرا؟ فکر می‌کنید دولت ایران در مورد برنامه هسته‌ای چقدر شفافیت داره؟ اصلا شما به عنوان یک ایرانی از برنامه هسته‌ای ایران چی می‌دونید؟ از خطراتش، از بودجه‌ای که برای اون صرف میشه چی می‌دونید؟ بیایید و هر چی از این انرژی که میگن حق مسلم هر ایرانی هست به برنامه روی خط بگید. من رویا ملکی و آرش سیگارچی منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. با شماره تلفن 202-692-4360 با برنامه خودتون همراه بشید و یا از طریق چت در فیسبوک نظرتون رو به اشتراک بذارید و یا با اسکایپ صوتی تصویری و نوشتاری میتونید برای ما ایمیل بزنید و شماره بدید ما با شما تماس بگیریم و به توییتر و اینستاگرام روی خط بپیوندید. به برنامه خودتون خوش اومدید. وقت بخیر، به روی خط خوش آمدید. همزمان با روز دوم مذاکرات هسته‌ای ایران و نمایندگان جامعه جهانی امروز از شما بینندگان پرسیده ایم درباره اینکه فعالیت هسته‌ای ایران چه می‌دانید. از یک سو جمهوری اسلامی ایران می‌گوید انرژی هسته‌ای حق مسلمش است. طرف مقابل و کشورهای غربی به طور مشخص می‌گویند مشکلی با برنامه صلح‌آمیز اتمی ایران ندارند و مشکل فعالیت هسته‌ای مشکوک ایران در جهت تولید سلاح‌های اتمی است. ایران این ادعا رو رد میکنه، اما تا همین چند ماه پیش دلیلی برای قانع کردن افکار عمومی جامعه جهانی نمیدید. طرفین در شرایطی دور میز مذاکره نشستند که غرب همچنان حق استفاده صلح‌آمیز ایران رو به رسمیت میشناسه و ایران نیز میگه همین را میخواد. هزینه فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی چقدر بوده؟ شما از برنامه هسته‌ای ایران چه میدانید و آیا از خطراتش مطلع هستید؟ روی خط میزبان نظرهای شماست همکارم رویا. آرش، مذاکره بحثی که در شبکه‌های اجتماعی خیلی زیاده. این سومین دور گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در دوران ریاست جمهوری حسن روحانی، گفتگویی که موضوع گفتگوی میلیون‌ها کاربر ایرانی در شبکه‌های اجتماعی شده. خیلی از اونها اینو حق و حق مسلمشون میدونن و خیلی‌ها میگن حق مسلم ما زندگی هستش که در سایه این انرژی از دست دادیم. خلاصه هر کاربر یک کارشناس نشست رو تحلیل می‌کنن، خبرها رو پیگیری می‌کنن، پیشنهاد میدن، انتقاد می‌کنن، اما یه سوالی وسط مونده: مردم ایران چقدر از برنامه هسته‌ای ایران اطلاع دارن؟ اصلا خود شما به عنوان یک ایرانی از انرژی هسته‌ای چی میدونید؟ نظر خودتون رو در برنامه روی خط بیارید. رویا، یه نگاه بندازیم ببینیم این نیروگاه هسته‌ای، فعالیت‌های هسته‌ای عملاً چه هزینه داشته. خیلی سخت پیدا کردن آمار و اطلاعات دقیقی بدونیم چه داره می‌گذره در این برنامه، اما میشه یک سرنخ‌هایی رو پیدا کرد. شاید یکی از نمادهای هزینه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی همین نیروگاه بوشهر باشه در جنوب ایران کنار خلیج فارس که از دوران شاه سابق ایران ساخته شروع شد. درباره هزینه نیروگاه اتمی بوشهر حرف و حدیث زیاده. نیروگاهی که 2 سال دیگه 40 ساله میشه و هنوز به بهره برداری کامل نرسیده. سال 1995 میلادی یا دهه 70 روسیه حدود 800 میلیون دلار دوباره مطالبه کرد از ایران تا این نیروگاه رو تکمیل کنه، اما خب میدونیم خیلی طول کشید تا این کار رو بکنه. بعدها سال 1389 حمیدرضا کاتوزیان رئیس وقت کمیسیون انرژی مجلس گفت روس‌ها در پروژه بوشهر 1.5 برابر بیشتر پول گرفتن و بدقولی آنها همچنان ادامه داره. گزارش‌های زیاد نقیضی در این مورد هست، اما برخی از گزارش‌ها هم میگن هزینه ساخت نیروگاه اتمی بوشهر بین 35 تا 45 تا 40 میلیارد دلار بوده. هزینه‌ای که کم نیست. بیشتر پیش از این چند گزارش و اظهار نظر نشون میداد که عملاً پول زیادی صرف نیروگاه شده ولی فایده‌ای هم نداشته. ببینیم چندی پیش برخی از مسئولین ایرانی چی گفتن. از جمله این مسئولین آقای حسن غفوری فرد از چهره‌های از نمایندگان سابق مجلس، رئیس کمیته ویژه بررسی علل تأخیر نیروگاه بوشهر بود، در سال 90 این اظهار نظر کرده بود که ساخت یک نیروگاه از صفر با صرفه‌تر از اتمام نیروگاه بوشهره. و اظهار نظر دیگر رو اسکر جلالیان، یک عضو دیگر کمیته بررسی وضعیت نیروگاه اتمی بوشهر، گفته بود برای بوشهر 3 برابر یک نیروگاه اتمی ما هزینه کردیم. حالا
اینا رو گفتم، اما رویا یه سری هزینه‌ها هزینه‌های مخفیه، یعنی در واقع شاید بشه به بحث تحریم ها ربطش داد. خب این ماجراجویی هسته‌ای ایران چند رشته تحریم برای ایران به همراه داشته و خب میدونیم که اینها هزینه اقتصادی سیاسی زیادی برای یک کشور تحمیل میکنه. یه مثال خیلی کوچیک شاید اظهارات دیروز خانم سوزان رایس مشاور باراک اوباما در امور امنیت ملی باشه که گفته اگه در صورت توافق دو طرف تو این مذاکرات ایران و پنج به علاوه یک کمتر از 10 میلیارد دلار از پول مسدود شده ایران آزاد میشه. این تازه یک نمونهش از ضررهایی که این فعالیت ماجراجویی هسته ایران برای ایران داشته. از فعالیت ها گفته و از اینکه این تحریم ها رو به هر حال به تحریم ها خط شده. تحریم ها یکی از اتفاقایی که داره در ایران این که روی مردم هستش و بیشتر این کسانی که ضرر میبینن در این مسئله مردم هستن، ولی خب خیلی هاشون حتی نمیدونن که بابت چی دارن این اتفاق براشون میفته و بابت چی باید تحمل این همه تحریم رو داشته باشن. ما در نظرسنجی امروز خودمون اومدیم و سوال کردیم از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به نظر شما خواسته غرب از ایران برای توقف غنی‌سازی منطقی است یا نه. خیلی از کاربرا جواب دادن که نیست، خیلی هم جواب دادن هست. از این تعداد 57% گفتن این منطقی هستش، این خواسته که غرب داره، و 43% هم گفتن منطقی نیستش. و هر حال خیلی از کاربران بودن که در مورد حتی هست و نیست اینکه این بالاخره این انرژی هستی حقشون هست یا حقشون نیست جای سوال داره براشون، و خیلیشون اصلا تعریف درستی از این حق نمیدونن چیه و به هر حال تعریف نشده است براشون. بذارید من یک کامنت بخونم برات آرش که یکی از کاربرامون به نام بهنام نوشته: ما همین رو میدونیم که فقط این حق مسلم ماست، دیگه چیزی به ما نگفتن که در موردش بیشتر بدونیم. خب به سراغ بیننده هامون بریم ببینیم نظر اونها چیست. اول از ایران شروع کنیم. رضا از مشهد روی خط هست. آقای رضا نظر شما رو بشنویم. سلام عرضم، اول خوب هستید؟ اولان این در رابطه با این قنیزادی که آقای حق مسلمونه، بنده هم متعددم حق مسلمونه، چون با توجه به همین آماری که الان شما خودتون اعلام کردین ما 50 میلیارد دلار هزینه یک نیروگاه رو کردیم. من یه تفکیک کنم رضا، ببین یه بحث هست انرژی صلح‌آمیزه، یه بحثی هم هست بحث غنی‌سازی اورانیوم که در واقع تشکیک جامعه جهانی به خاطر این دومی است، و اشاره هم ابتدای برنامه کردم. جامعه جهانی میگه که انرژی داشتن انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز حق ایران، هیچ بحثی سرش نیست. بحثی که دارن رو اون غنی‌سازی. حالا شما فکر می‌کنید اون انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز رو می‌خوای یا اون بحث غنی‌سازی رو در موردش اشاره کنید؟ الان حتی همینه، الان ما یک قضیه رو ما اینقدر هزینه شده، بعدم خود مردم هم کلی ما داریم هزینه، مردم هم هزینه کردیم برای یک نیروگاهی، بعد میاد این محور سوخت و اون کلید استارتش تو ایران نواد بخواد این نواد باشه، آدم خندهش میگیره. مثل که بنده برم ماشین بخرم، الان یه پیزن میگم پول بگم، بعد یه رو پمپ بنزین بگم آقا حالا خواست بنزین بخری باید با من هماهنگ باشی. این یا این قضیه نباید ایران شروع میکرد و الان که شروع کرده باید این سوخت و غنی‌سازی در داخل ایران باشه و اصلا غیر قابل فهم دیگه اون محور اصلی و انرژی اون نیروگاه در یک جای دیگه بخواد باشه. ممنونم از رضا که از مشهد آمد نظر. کاربری به نام کاربری نب انرژی هسته‌ای نوشته: ما به انرژی هسته‌ای که به قیمت از دست دادن شرافت انسانی و تمامیت ارضی کشورمان باشد احتیاج نداریم. ما به انرژی هسته‌ای که به قیمت از دست رفتن سلامت انسان‌ها و محیط زیست باشد احتیاجی نداریم. ما به انرژی هسته‌ای که مسبب کلی فروشی و خودفروشی دختران و پسران این سرزمین باشه احتیاجی نداریم. و جملات زیادی که به این انرژی نیاز نداریم به دلایل مختلفی که نوشته و گفته که به هر حال این به قیمت از دست دادن شرافت انسانی و تمامیت ارضی کشورمون هستش. خوب از فرانسه آقای سیروس از طریق اسکایپ به صورت تصویری روی خط هستن. آقای سیروس نظر شما رو بشنوید. با سلام خدمت شما و بینندگان محترم صدای آمریکا. خدمتتون عرض کنم همونطور که خودتون گفتین و سایر کاربران نظرات خودشون رو گفتن، کلیت این انرژی هسته‌ای حتی صلح‌آمیز بودنش با هزینه های سنگینی که روی دست ملت ایران افتاده زیر سواله. زیر سوال از این بابت که از روز اول این داستان رو مخفی کردن و تا اپوزیسیون اینو لو نداد هیچگاه جمهوری اسلامی نگفت، حتی صلح‌آمیزش رو رو نکرد واسه دنیا. به همین خاطر تا همین الان زیر سوال هست و کماکان اصراری که دارن میکنن، به قول معروف ذر مسئله عامیانه است که میگن قسم حضرت ابوالفضل رو باور کنیم یا با عرض مدد دوم خورون سوش.
خب نه از اون ور دسته باز میده به جامعه بین المللی که بیاد مانیتور کنه ببینه همه جا رو، و نه از این طرف حاضر از غنی سازی کوتاه بیاد. و در این حال فشارهایی که روی جامعه ایران داره میاد، خب اینو به شدت کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی رو ترسونده، به طور خاص آقای خامنه ای که در آستانه این مذاکرات اومد و اون حرفا رو زد. وقتی به همه این تضایی ها نگاه میکنیم، چیزی جز ضرر و ضرر و ضرر برای مردم ما نداشته و نخواهد میشه، و این متاسفانه جای بسی تأسفه که کسی نیست که امروز صدای مردم ایران باشه و بتونه که این داستان رو اون چی که خیر و صلاح مردم ایران در اون هست به اون سمت رو بده. امیدوارم که این قضیه عاقبت و نهایت به جای خط بشه که خواست مردم ایران باشه. اصلا چرا جمهوری اسلامی همه جا همه نوع ادعایی رو میکنه؟ بیاد همین انرژی هستی رو یک بار هم پرسی بذاره. اگه واقعا میخواد قدرت نمایی کنه جلوی دنیا، اگه میگه مردم اینو میخوان، چرا همین رو نمیاد به هم پرسی بذاره؟ این بحث یه قبلا هم مطرح شده که با این عربده کشی ها و این کاری که امروزه دارن میکنن و یعنی ساخت و پاختی که دارن میکنن با هم دیگه در قالب حال دیپلماسی و از اون ور رهبر جمهوری اسلامی که امتیاز بگیرن و این قضیه رو فعلا کش بدن و این کش دادن چیزی جز ضرر برای ما مردم ایران نیست، که این جای بسی تأسف داره. و واقعا حالا چه منی که امروز در این خارج گرفتار آوارم و چون هموطنی که توی ایران آواره و گرفتار از دست این رژیم، واقعا نمیدونه که این قضیه به کجا ختم میشه. و در کنار همه به حساب نبود امنیت‌های روانی و آسایش و غیر و زالک و اقتصادی و همش، این خودش به عنوان یک ضربه ای که روزمره ذهن و ضمیر مردم ما رو اشغال میکنه. خلاصه این داستان چی میشه؟ ممنونم آقای سیروس که از فرانسه به خط آمدید تصویری. سپاسگزارم از اینکه آمدید و نظر دادید. اما نظر امیر رو بخونم که گفته آنچه که مردم میخوان خیلی ساده و شفاف گفته شده. گفته عموم مردم خسته شدن از این همه تنگنا و فشارهای روزافزون مختلف، و گفته آرزوی موفقیت برای تیم داریم نه برای اونها، برای اینکه شاید این به نتیجه‌ای برسه و برای مردم ایران خوب بشه. تو سمت سوال کرده شناختن ایران به عنوان قدرت هسته‌ای با این نظام که سعی در به دست آوردن بمب هسته‌ای به صورت مخفیانه دارد آیا کار درستی است؟ گفته اگر به قدرت هسته دست یابد، نه تنها دنیا را به خطر می اندازه، بلکه مردم خودش را هم اجیر می کنه، کما اینکه در حال حاضر یک سری آدم رو به این دردسر دوچار کرده. این هم نظر صمد بود. خوب آقای جعفر از آلمان روی خط هستند. آقای جعفر صدای من رو می شنوید شما؟ بله صدای شما. معمولا تو مسائل هسته شما می روی خط بشنویم نظر شما رو. روزتون خوش. خواهش میکنم. عرض کنم که جناب آقای سیگارتی و خانم ملکی، نمیدونم شما به سن سال من شما نمیرسیم، ولی خب من سن سالم به این قد میده. در زمان شاه یک قراردادی بسته شد، قرارداد 1975 الجزایر، که عباس علی خلعتبری اون مرحوم بیچاره رفت قرارداد همین نیروگاه اتمی رو امضا کرد و کار به جایی رسید که بیان یه نیروگاه اتمی برای ما درست کنن. همین آخوندهای چی بگم بهشون، همین آخوندها اومدن گفتن که این بابا رو بگیرین اعدامش کنین، به خاطری که حیف میل بیت المال و برای ما ضرر داشته. نه خلعتبری، خلعتبری ها رو اعدام کردن، روحشون شاد. چطوریه یک بمود هوا مگر میشه؟ 30 سال طول کشید، 30 خورده سال طول کشید. اینا همش میگفتن این کار درست نیست، الان درست شده، خوب شده و الان احتیاج مبرم بهش دارن. من یادم به آقای سیگارچی به اون زمانی میاد که گند بلژیک اومد کارخونه زد در ایران، آقای بروجردی آخوندی بود به نام بروجردی گفت که قند حرومه نخورین، این ملت بیچاره قند نخوردن. تا این اومد گفت بابا من 5% که خوبه، خمس که خوبه، زکات که خوبه، همه چی بهت میدم، 25% بهت میدم. گفت نه، هم 5% به من بدین حلالش میکنم. الان چطوری شده که نیروگاه اتمی حلال شده؟ این من نمیدونم، برای من این سوال پیش میاد. یه زمان حرومه طبق یه فوتو یه آخوندی که اصلا هیچ چی سرش نمیشه از دنیا،
هیچی نمیفهمه حلال میشه. ممنونم آقای جعفر که از آلمان آمدید روی خط نظر باش. دادید در واقع بیننده برنامه روی خط هستی. شما عزیزم برمیگردیم بحث رو ادامه میدیم. بحث داشتن انرژی صلح‌آمیز و بحث غنی‌سازی یه مقدار لوس شده و عملا خود من هم که میخوام بنویسم بعضی وقتا این دوتا رو قاطی میکنم، اما یه نگاهی بندازیم ببینیم که تو این 10 سال طرفین به هم دیگه چی میگن و حرف حسابشون به قول معروف چی بوده. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، این شعار رو بارها تو رسانه‌های ایران یا از مسئولان یا تو شعارها شنید. آیا کسی بر سر این موضوع شک داره؟ واقعیت اینه که در سالهای گذشته حکومت ایران زیر لوای این شعار فعالیت‌ها و برنامه‌های خودش رو پیش برده، برنامه‌هایی که چندان هم با این شعار سازگار نبوده. نمونه این ادعای من اینه که در سالهای گذشته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از فعالیت هسته‌ای مشکوک ایران در سایت‌های تازه تأسیس خبر داد. چند قطعنامه هم که می‌دونید و می‌دونیم بعدش تو شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی تصویب شد که در همه اونها ضمن به رسمیت شناختن حق استفاده ایران از انرژی صلح‌آمیز گفته شد که ایران باید مسیر تولید بمب رو متوقف کنه. همون غنی‌سازیه که غنی‌سازی اورانیوم که ابتدای برنامه گفتم. البته مقام‌های تهران میگن که قصد تولید بمب رو ندارن، اما جامعه جهانی میگه مسیری که ایران میره فقط دنبال انرژی صلح‌آمیز نیست و به تولید بمب می‌انجامه. بعد از چند رشته تحریم و فشارهای اقتصادی حالا می‌بینیم که جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده باید حق هسته‌ایش به رسمیت شناخته بشه. نکته‌ای که پیش از این هم قبل به رسمیت شناخته شده اونوش به رسمیت شناخته بود، مثلا این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا رو با هم ببینیم. از موقعی که من دوره زمامداری رو شروع کردم، در نامه‌هایی که به رهبران در ایران نوشتم و اخیراً در نامه‌ای به حسن روحانی گفتم که آمریکا ترجیح میده نگرانی‌های ما در مورد مسئله هسته‌ای ایران به صورت صلح‌آمیز حل بشه و ما مصمم هستیم جلوی دستیابی ایران رو به سلاح هسته‌ای بگیریم. ما خواهان تغییر رژیم در ایران نیستیم و ما حق ملت ایران رو به داشتن انرژی صلح‌آمیز به رسمیت میشناسیم. خب بخش از صحبت‌های آقای اوباما بود که تاکید می‌کنه که ما مانع دستیابی ایران به بمب میشیم، اما حق ایرانیان است که از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار باشن. خب رویا، اینجا مشخص میشه که یک فاصله 10 ساله، یعنی یه ماجراجویی هسته‌ای عملاً 10 سال دو طرف رو از هم دور کرد تا دوباره حالا توی ژنو 3 دور تا حالا نشستن مذاکره کردن. حالا ببینیم که صحبتایی که خب آقای خامنه‌ای هم تو چند روز گذشته فکر کنم دیروز انجام داد در مورد اینکه به هر حال یه قدم هم عقب‌تر نمیرن از بحث هسته‌ای چه خواهد آورد بر سر این نشست و این مذاکرات. اما نیلوفر منصوری خبرنگار روزنامه اعتماد، خبرنگاری هستش که در ژنو در مذاکرات حضور داره و در صفحه فیسبوک خودش داره خط به خط موضوعات مذاکره رو اعلام میکنه. در صفحه فیسبوک خودش نوشته عباس عراقچی در کنفرانس خبری امروز صبح با خبرنگاران در پاسخ به سوال اعتماد گفته که مبنی بر اینکه اگر مذاکرات امروز صبح ظریف و اشرف به نتیجه نرسه و اونها نتوانند اعتماد ایران رو جلب کنند، آیا مذاکرات پایان مییابد یا نه، گفته بن‌بستی وجود نداره و مذاکرات ادامه خواهد پیدا کرد اما نه در مورد مسئله محتوایی. او همچنین گفته که اعضای گروه 5+1 باید اعتماد ایران رو به دست بیاورن. به هر حال بحث اعتماد این وسط خیلی هم تاکید دارن. خب به سراغ آقای کیان بریم، بیننده که از کرمانشاه روی خط ماست، نظر شما رو بشنویم. هزینه این فعالیت هسته‌ای ایران و این 10 سال رو کی داده، مردم یا حکومت؟ سلام عرض میکنم. خیلی از صحبتهایی که من میخواستم بگم رو حالا خودتون یا سایر بیننده های عزیز گفتن. ببینید، من فکر میکنم که ما باید اول معادله هزینه و فایده رو حل کنیم و حساب منافع ملی رو هم داشته باشیم. این شعار انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست یه واقعیتیه که به نظرم میاد درست تشریح نشده، به همین خاطرم هست که بیشتر وجهه شعار پیدا کرده. من خیال میکنم بهترین راه همین راهیه که دولت آقای روحانی پیدا کرده، اونم مذاکره است، یعنی پیدا کردن یک مسیر عقلانی برای گفتگو با دنیا.
نباید برای دنیا، برای جامعه جهانی شاخ و شونه کشید. نه. البته یه استثناء هم داره، من این نکته رو حتما بگم که حساب اسرائیل سواست. ما میبینیم که چینه توزی اسرائیل با ایرانی ها الان موجب شده که اونا در برابر خود امریکا هم ایستادن و من فکر میکنم که همه هنجارها رو دارن زیر پا میذارن. درست نیست، ادبیات تهدید از جانب هر کسی که باشه غلطه. خب مصطفی، ممنونم ازت کیان که از کرمانشاه اومدی. مصطفی هم از ترکیه روی خط ماست. آقای مصطفی نظر شما رو بشنوید. الو، بفرمایید، خواهش میکنم. با تشکر از اتفاق از تماس تلفن گرفتید. در واقع موضوعی که شما مطرح کردید گسترده هست، اما اگه اجازه بفرمایید من موضوع تعارض و تقابل ایران با نظام بین‌المللی رو بس کنم، اگر موضوع برنامه شما باشه. خیلی کوتاه لطفا. موضوعی که الان مطرح میشه اینه که در واقع عدم موافقت گفتگوهای ایران و نظام بین الملل عوامل زیادی داره، اما علت اساسی این اختلاف بین اینها رو میتونیم ذهنیت از پیش گرفته خود از دیگری و هویت غیر سیاری بدانیم که الان ایران از نظام بین الملل داره و نظام بین الملل به همون اندازه از ایران دارن، چون در واقع نوع غیر شفافیت یا شفافیت ناپذیری ایجاد شده که این مورد رو تنها میشه با ارائه یک ارزش‌ها و هنجارهای مشترک که بین ایران و نظام بین الملل مشترک هست تو ارائه بدن. دولت روحانی در حال حاضر سعی میکنه تعارضهای ارزشی هنجاری ایران و نظام بین الملل رو بلند بکنه، کنار بذاره، به یک ارزش‌ها و هنجارهای استفاده بکنه که بتونن تعارضهای موجود بین ایران و نظام بین الملل رو به تعامل تبدیل بکنه. در واقع در روابط بین الملل با توجه به پارادایم ساز انگاری که دولت روحانی قدم در آن گذاشته، سعی میکنه توانایی‌های دولت‌ها به توزیع قدرت ایران رو کنار بذاره و هویت دولت رو در نظر بگیره. هویت دولت‌ها به این معناست که ایران هویت خودش رو در ساختار نظام بین الملل پیدا بکنه و بتونه اصول خودیای پاسداری از امنیت و منافع ملی رو کنار بذاره، تا حدودی کاهش بده و از یک گفتمان هویتی مشترک با نظام بین الملل استفاده بکنه. آقای مصطفی ممنونم ازتون، عذرخواهی میکنم چون وقتمون کمه و بیننده‌های دیگه هم هستن. سپاسگزارم که اومدید روی خط. فاروق گفته چرا مسئله انرژی رو توی رفراندوم نمیذارم؟ همینطور ابی گفته متاسفانه نظام جمهوری اسلامی ایران هنوز دوست و دشمن خودش رو نشناخته. در حال حاضر عربستان و کشورهای عربی بزرگترین دشمن ایران هستن از نظر ابی، و گفته و وضعیت فعلی نشون میده که آمریکا تنها دوست ایران هست که کمترین ضربه اقتصادی رو به ایران زده و تا به حال حتی بهتر از بانک پول ایران رو سالم حفظ کرده و بهترین روش همسو شدن با ایالات متحده آمریکا است. نظر بیننده همون بود، حالا نگم نظر ایبی بود. خب اما بریم سراغ خانم مریم از تهران، بیننده دیگریش که روی خط هست، بشنویم نظرشون. درود بر شما. خواهش میکنم. من بخواستم انرژی هستی هیچ منفعتی برای ایران و مردمش نداره، فقط منفعت مالی و سیاسی مقابله با آمریکا رو برای کشوری داره که سال در گذشته سالیان دراز در حسرت این شکار ایران بوده. حالا خانم مریم، خیلی میگن که اگر بتونن نیروگاه ها رو تکمیل کنن تو تولید برق و انرژی خیلی فواید میتونه داشته باشه. نه خیلی، و این آمریکا، این آمریکا بود که در اون زمان قدر ایران رو ندونه و شروع به براندازی شاه کرد و فرصت رو برای این کشور در حسرت مثل روسیه باز کرد که دیگر روسیه این شکار را به هیچ وجه به این راحتی از دست نخواهد داد. کاملا داخل سپاه رسوخ پیدا کرده و به همین دلیل هم متوجه شده که چرا دو دستگی بین این رژیم افتاده و هیچ وقت هم راضی نخواهد شد که بین آمریکا و ایران صلح بشه، چون اون باید بعدا چیز میشه. پس ببینید اشتایین هر چیز که هست به دست این روسیه هست. استفاده رو اون میبره، از نظر سیاسی هم میتونه استفاده کنه، مقابله بکنه با آمریکا. ولی ایران رو بازیچه خودش قرار داده. این اگر شما اگر یک فیلمی رو
در زمان گذشته به نام فیلم تلفن دوال جنگ جهانی دوم چارلز برانسون رو ببینی، با آمریکا نیروهای خودش و فدایی ها دانشجوها رو در لباس چی و با شناسنامای آمریکایی داخل آمریکا میکرد که بیان به موقعش با آمریکا بیان براندازیش بکنه. الان همین کار تو ایران کرده سپاه به نام سپاه پاسداران، ولی یه سری از این سپاه ها مال روسا هستن که در لباس پاسدار هستن و ما نمیدونیم. حتی شکنجه هم بیان به دست اینا. یه ایرانی عاطفه داره، هیچ وقت نمیاد هموطن خودش شکنجه بده. چشماشون بیان به اینا نقاب هم زدن برای همینه و اونا هستن که ایرانی ها رو شکنجه میدن. خیلی ممنونم خانم مریم که از تهران آمدید روی خط. به هر حال دیدگاهی بود از طرف خانم مریم. نظر مهرداد که گفته این مذاکرات هرچه بیشتر طول بکشه مردم ایران بیشتر به این نتیجه میرسن که آمریکا و غرب دارن بهانه میگیرن تا ایران رو منزوی کنن و از هر نظر اون رو تضعیف کنن و مردم به سمت نظام کشته میشن. و اما نیره بله کاربر دیگه ای هستش که در جواب مهرداد نوشته ما هممون به این اتفاق آگاهیم و همینطور بردیا نوشته که این تحلیل رو تحلیل مردم ایران نیست و تحلیل یک شخصه و چرا از نظر مردم ایران صحبت میکنید، کسی به سمت دولت کشیده نمیشه حتی اگر تحریما وجود داشته باشه. اما آرش اشاره کرده به این که خیلی به این انرژی هستش که مردم خیلی میگن بهش نیاز داریم. وحید نوشته شکی نیست که انرژی پاک هستی در مقابل انرژی آلاینده های فسیلی حتی برای کشورهایی مثل ایران که منابع نفت و گاز در اختیار دارن بسیار ضروری هستش و برنامه هسته‌ای شدن ایران از سالهای قبل از انقلاب کلید خورده. اما با پیروزی انقلاب 57 و موضع‌گیری‌های تند و غیر منطقی در قبال دولت‌ها و ملت‌های دیگر از سوی مسئولان برجسته نظام و تاکید بر آن مواضع، متأسفانه کشور رو در سمت و سوی قرار داده که سرانجامش امروز صرف هزینه‌های بسیار کلان و دور از ذهن برای یک نیروگاه اتمی فرسوده در بوشهر هستش. گفته میلیاردها دلار ثروت ملی ایران به باد رفته و از سوی تحریم‌های فلج کننده که کمر اقتصاد ایران رو شکسته. این انرژی هسته‌ای بعد از این ماجرای فوکوشیما که حالا تو طول برنامه بهش اشاره می‌کنیم، مثلا خیلی از کشورها مثل آلمان سعی کردن که فعالیت نیروگاه‌هاشون رو محدود بکنن. از طرفی هم تو ایران ببینید جاهایی داریم که خیلی بادخیزه و می‌تونن نیروگاه‌های بادی بزنن. یا اصلا دو تا کبیر بزرگ تو ایران هست، نیروگاه‌های خورشیدی میشه. حالا اینو کارشناسا میگن میتونن بحث کنن، اما نظر اردشیر از تهران رو هم بشنویم. آقای اردشیر، هزینه این فعالیت هسته‌ای ایران رو در این سالها که داده؟ آقای اردشیر روی خط هستید. درود بر شما. من میخواستم خدمتتون عرض کنم وقتی که ما داریم هزینه بمب اتم رو میپردازیم و این تحریم ها و این فشارهایی که روی ایرانه، برای کشوریه که میره به سوی ساخت بمب اتم، چرا باید آش نخورده و دهن سوخته باشیم؟ به خاطر این موضوع من اعتقادم اینه، یعنی اینجوری که من نمیگم نماینده مردمم، ولی عمده مردم میگن حالا که ما داریم این تحریمایی که باید در قبال کشوری که عملا و علنا اعلام کنه که من میخوام صاحب بمب هسته‌ای بشم داریم این خسارت رو میپردازیم، چرا نداشته باشیم؟ بله، این هم نظر اردشیر بود از تهران. و سایا که گفته اینو میدونم که این نفت و گازی که داریم بالاخره تموم میشه و ما باید از الان به فکر جایگزینش باشیم و نباید منتظر تمام شدن ذخایر نفتی باشیم. اورانیوم نه تنها جایگزین مناسبی هست، بلکه میتونه باعث بقای ذخایر زیرزمینی تا سالهای سال باشه. این کاربر گفته ولی نباید این انرژی باعث کدورت کشورها و دولت‌ها بشه. بهتره با شفافسازی و اعتماد متقابل این سوء تفاهمات برطرف بشه. و فرامرز هم گفته غنی‌سازی آری و غنی‌سازی فرهنگی آری، قرنیسازی اورانیوم هرگز، اینا حتی نباید چاقو بسازن چه برسه به بمب هسته‌ای. خب تقریبا به نیمه برنامه رسیدیم رویا. خب یه نفس کوتاه دوباره برمیگردیم. We'll be right back.
این برنامه روی خط با موضوع انرژی هسته‌ای و آگاهی شما در مورد برنامه هسته‌ای ایران و شفافیت دولت ایران در قبال این برنامه. از همین الان میتونید با تلفن ما در تماس باشین، به صورت زنده بیاین توی برنامه، همچنین میتونید برای ما پیام بذارین روی پیامگیر برنامه روی خط که با شماره 202-205-9942 و داخلی 92 میتونید این کارو کنین، از طریق اسکایپ، فیسبوک و همینطور چت در فیسبوک و ایمیل هم میتونید به برنامه خودتون بیاین و نظرتون رو به برنامه بیارید. خب رویا، به یه مقدار بخش تلخ برنامه می‌رسیم، اونجایی که می‌خوایم در مورد حوادث بزرگ درباره نیروگاه‌های اتمی در جهان صحبت کنیم که موضوع خیلی دردآوری است، اما باید گفت و اون همین که شاید بدترین حادثه اتمی غیر نظامی تاریخ جهان در چرنوبیل شوروی سابق اتفاق افتاد در اوکراین فعلی، فاجعه‌ای که به خاطر اشکال فنی روی داد و صدها نفر آلوده شدند، 5000 خونه آلوده شد، حدود 5 میلیون نفر آسیب دیدن، تا شعاع 30 کیلومتری اثرات مخربی گذاشت و حداقل 100 هزار نفر مجبور به ترک خونه هاشون شدن. اما همین دو سال پیش زلزله فوکوشیما هم حادثه دیگر بود. فوکوشیمای ژاپن زلزله 9 ریشتری اومد و بعدش اون سونامی که آمد به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما آسیب جدی زد. برخی این حادثه رو بعد از چرنوبیل بزرگترین فاجعه اتمی میدونن. به دلیل ترس از آلودگی هسته‌ای تا شعاع 20 کیلومتری نیروگاه از سکنه خالی شد و عملاً در فاصله 30 تا 50 کیلومتری محفظه نیروگاه جزو مناطق ناامن محسوب شد، چون و هنوز هم کشور ژاپن با آلودگی‌های این حادثه درگیره. حالا اینا رو گفتیم، بریم به بوشهر جنوب ایران. امروز به مناسبت هفته بسیج در ایران مانوری برگزار شد که دارید تصاویرش رو می‌بینید. به گفته برگزار کنندگان این مانور، برای مقابله با تهدیدات احتمالی دشمنان در صورت انفجار فرضی نیروگاه برگزار شد. به این تصاویر نگاه کنید. حالا این افراد گفتن که انفجار احتمالی، اما دیدید در دو نمونه چرنوبیل و فوکوشیما اصلا پای حمله نظامی در میان نبود. یکیشون اشکال فنی داشت و اون یکی هم که سونامی بعد از زلزله. آیا این افراد میدونن انرژی هسته‌ای چیه یا به حال نمیدونم رویا؟ به حال این عکس‌ها خیلی جالبه، با ماسک حمله بمب شیمیایی در مقابل رفتن فاجعه احتمالی انفجار یک نیروگاه، فکر نمی‌کنم جدی باشه، یا اینکه با بیل چند تا آتش رو خاموش کردن. من این آلبوم گذاشتم در صفحه فیسبوک روی خط و منتظر بودم ببینم که عکس العمل کاربران چیه و چه نظراتی میدن. خب به هر حال نظرات مختلفی روش اومد، مخصوصاً عکسایی که خانم‌هایی که با حجاب کامل با چادر داشتن خاموش می‌کردن و عکسی که با بیل داشتن خاموش می‌کردن و کاربران زیادی بودن که در موردش حرف زدن. من چند تاش انتخاب کردم. مرتضی نمیشه بعد از 2 سال که از سونامی ژاپن می‌گذره هنوز نتونستن با اون تکنولوژی عظیم و عظمت شون جلوی نشست رادیواکتیو رو بگیرن. اینجا اگر منفجر بشه که باید تا 200 سال دیگه جای اکسیژن رادیو اکسیژن تنفس کنیم. همینطور کاربرای دیگه هم اشاره کرده بودن به بحث تکنیک و صنعت پیشرفته ژاپن و گفته بودن هنوز مشکل اون فاجعه انسانی هنوز هست. ما گفتن شاید با دعای باران بخوان این کار رو انجام بدن و مانع پیشرفت اون بشن. و خیلی دیگه هم اشاره کردن به گرد و خاکی که اورانیوم از این گفتن گرد و خاک کردن که اورانیوم اثر نکنه، که گاز اشکاور و غیره هم استفاده میکنن. گفته اینا حتی نمیدونن که بمب اتم و چی هستش و چه بلایی میتونه سر یک کشور بیاره. در حال عکساش خیلی فضای مجازی به نظرم شوخی گرفته شده. اما بریم سراغ آقای طهماسب از بروجرد که مدتی روی خط ما معطل شده. میشنویم نظر شما. سلام جناب سیگارچی. به نظر من دست بر سر اینه که آمریکا ادعا میکنه به نمایندگی از جامعه بین‌الملل از ایران دنبال گرفتن یه پاسخ درباره فعالیت‌های هسته‌ایشه. خب خود آمریکا الان درباره یه دروغی که 70 سال به جامعه بین الملل گفته هیچونه جوابی نمیده. این دروغی که گفتن که ما بمب اتم رو برای پایان دادن به جنگ جهانی استفاده کردیم جوابی ندادن. بلکه خب مشخص شده که قبلش آلمان تسلیم شده بود، ایتالیا تسلیم شده بود، ژاپن تسلیم، فقط برای آزمایش کردن بمب اتم اومدن این کار رو انجام دادن. حالا اینجا سوالی که پیش میاد اینه، شما به عنوان کسی که حالا دارید توی رسانه رسمی دولت آمریکا صحبت میکنید و از مخاطبین سوال میکنید، آیا میتونید به این پاسخ بدید که چرا همچین دروغی گفته شده؟ حالا کشوری که اینجور پیشینه دروغ گفتن داره انتظار داره که یک کشور دیگه بیاد و یک کشور دیگه بیاد و اونجا به اینا پاسخگو باشه؟ سوالی که برای ما مطرحه اینه. بله، ممنونم آقای طهماسب عزیز که آمدید روی خط، نظر و دغدغه‌ات رو بیان کردید.
و من نظری بخونم از حمید که گفته به نظر میاد که بومی شدن توان غنی‌سازی برای بخش از کشورهای غربی قابل حذف نیست. بومی شدن غنی‌سازی مستلزم دستیابی به توان مهندسی بسیار بالاست که حتما این توان در بخش‌های دیگه صنعت هم به کار خواهد آمد. گفته فکر میکنم همین بخش برای بعضی کشورهای غربی که سالها از بازار ایران سود فراوان بردن قابل پذیرش نیست. کاربر دیگه هم نوشته مذاکرات فقط وقت طرفین رو میگیره و هیچ نتیجه‌ای نداره. و داوود گفته هر دو طرف احتیاج شدیدی به توافق دارن، پس توافق میشه. به سراغ بیننده دیگر بریم که روی خط برنامه ماست و آقای ناصر از دبی میشنویم نظر شما رو. سلام عرض میشم. خواهش میکنم بفرمایید. شبتون بخیر. خواهش میکنم. اصلا خدا شده من از مسئله خود جلوتر میرم. از زمان من مدتی تو دادستان انقلاب درگاه ویژه مواد مواظب مواد مخدر بودم، در زمان خلخالی و آقای علیریش در خراسان، و بعد از این که چه جنایتی کردن، چه کسا رو کشتن، کار نداریم به این مسائل. و بعد از اون اومدیم برای این مسئله که آقایون اینا همش پلیتیکه، اینا همش پلیتیکه، بخاطر سر مردم یک سر گرم کنن و نذارن مثلا مردم از اصل مطلب غافل بمونن. اصل مطلب چیست؟ اصل مطلب اینه که این همش پلیتیکه، میخوان سر مردم مدتی گرم بگیرن. و خدمت شما که این مثلا اتمی همون دیگه آقای احمدی نژاد مدتی اومد در چند سال قبل در دبی اومد اینجا گفت اصلا این حق مسلم مردمه و اینکه ما اینجوری بذاریم اینجوری بذاریم. نه اینجوری نیست. اینا چجوری بگم خدمتون که آقای ما میدونیم که روز در روز هر روز 500 میلیون دلار ما الان هزینه این برنامه اتمی اونه که ضرر به ملت ایران میخوره، نه به کشور، نه به آقایون، نه به آقای خامنه ای، نه به آقایون کیوکی که مد... و همینطور که متعذرین من مدت رفتم در ایران، طلاهایی که اینا برای معامله میکنن با برای نفت میدن، معامله نفت میکنن، طلاها رو چجوری میارن، چجوری وارد مملکت میکنن، اینا همش از خدمت شما که فقط برای اینه که مردم رو از این مسئله فرد غافل بگیرن، غافل دور بدونن که آقا شما ما اینو لازم داریم. ما اینو لازم نداریم. مردم نیاز به نیاز غذا نیاز دارن، خانه نیاز دارن، استقلال نیاز دارن. خدمت شما هست شما که ممنونم آقای ناصر عزیز که از دبی آمدید روی خط و نظر دادید. یکی از راه‌هایی که میتونن کاربران با ما در ارتباط باشن استفاده از اپلیکیشن اینستاگرام هستش و عکسایی که ما میذاریم یا فیلم‌های کوتاهی که در اون میذاریم و نظراتی که شما برای ما میذارین. من چند تا از نظر رو از اینستاگرام براتون میخونم. رویا برامون نوشته برای ملت ایران حفظ منافع ملی و آرامش و امنیت اقتصادی و خروج از این حقارت سیاسی و فلاکت اقتصادی بیش از برنامه هسته‌ای ولو صلح‌آمیز که به نفع محیط زیست کره زمین نیست ارزش داره. و همینطور کاربر دیگه ای به نام مژگان فکر میکنم مذاهب همچین چیزی گفته اینو میدونم که نمیدونم که میخواد تموم بشه، اینم شده دلخوشی ما. و کاربران دیگه ای هم که رفته بودن و بحث در مورد همین کرده بودن که دلشوره دارن و منتظر نتیجه هستن. شما هم میتونید به اینستاگرام سر بزنید و نظر خودتون رو بذارید و ما برای شما اشتراک میذاریم. اما هدایت کاربری هستش که گفته نظر شخصش اینه که انرژی هسته‌ای به غیر از بدبختی و بیکاری براش چیزی به ارمغان نیورده بوده و گفته که خیلی از دوستاشو میشناسه که کارشناس ارشد هستم ولی بیکار هستم. و همطور جهانشاه هم گفته پروازه که جمهوری اسلامی برای انحراف افکار بین الملل از عدم رعایت حقوق بشر و اعدام و شکنجه و سرکوب انرژی هسته‌ای رو دستاویز منحرف کردن مجامع بین المللی از حقوق انسانی مردم ایران کرده و البته قدرت‌های غرب هم از این کار کم سود نمی‌برن. همکاران انداخته بودن تصویر اینستاگرام رو دیوار، من از اینجا دیدم فرزاد نوشته بود مردیم از دلشوره. ابراز دلشوره کرده بود. خب اما آقای حسینی از شیراز بیننده دیگری است که روی خط هست. آقای حسینی هزینه این فعالیت رو کی داره میپردازه؟ عرض سلام، خسته نباشید. بفهمید آقای شیراز صدا میاد؟ بله صدای شما رو میشنوید. آقای شیراز شرمنده، من یک نکته رو میخوام بگم. ما هیچ انسان عاقل نمیاد به کشور دیگه حمله میکنه. ما خودمون اصلا آخوند چیه؟ اصلا تو دولت ما
دولت آخوند وجود نداره. ما خودم نهست مردم فرد آخوندم اون یکی هم میره کناوی یکی هم میره کرا. ما خودم انرژی هسته یه دوست داریم، ولی هیچ موقع بانون مملکت یعنی هیچ انسانی به خود اجازه نمیده که بمب هسته‌ای بسازه با یه بمب هسته‌ای با یه دکمه مردم دیگر هم مثل هیروشیما که آمریکا از بین برد از بین ببره. این از دور از انسانیته. خودتون هم میدین ما اولین قربانی شیمیایی هستیم که تو عراق این همه زدن. مگه ما نمیتونستیم بزنیم؟ نمیتونستیم از کشورهای دیگه بخریم؟ چرا نزدیم؟ چون از دور از انسانیته. اصلا آخوند وعده به علم کنم میرن، ولی ما خودمون هستیم، باید انرژی هسته‌ای داشته باشیم، نه انرژی هسته‌ای بقولن بمب اتم، نه انرژی هسته‌ای بمب اتم. نه نمیدونم چرا عربستان از کشورهای دیگه هست. واقعا متاسفم که اینا همچه فکر میکنن. الان 7000 سال ایران داره پایگذاری که کدوم کشوری که ایران حمله کرده، مثلا در از 7000 سال برای کدوم کشور ایران حمله کرده، حالا بمب شیمیایی هم درست بخونه و بره بزنه. اصلا از انسانیت بدوره. حالا من کار به ملا و نمیدونم رهبری نه ندارم، خود من شخصی هستم. من از اولم باتون صحبت کردم، میگم من یه تولید کننده هستم. ما هم تلفیکی هم نداریم، انرژی هسته هم حق ما هست و انرژی هسته صلح‌آمیز. اگر اتم بده آمریکا چرا داره؟ اگر اتم بده اسرائیل چرا داره؟ چرا ما نداشته باشیم؟ اگه خوبه چرا اونا داشته ما نداشته باشیم؟ ممنون. بیشتر از اون مزاحمت نمیشم. وقت دادم خواهش. ممنونم آقای حسینی عزیز از شیراز، ممنونم و سپاسگزارم که آمدید روی خط. نظر فیروز رو میخوانم که گفته اینقدر میدونم که این انرژی هسته‌ای سفره‌های مردم و آسایش و آرامش و پیشرفت اشغالزایی رو هدف گرفته که خوب هم موفق شده، چون در سایه این انرژی هسته‌ای مردم روز به روز فقیرتر، بیمارتر، عصبیتر، بیکارتر و دست آخر سفره‌هاشون خالی‌تر شده. این هم از مزایای انرژی هسته‌ای که حق مسلم ماست. این کاربر نوشته آخه یکی نیست به این آقایان بگه بابا مردم نون شب ندارن، پول درمان ندارن، مسکن ندارن، کار ندارن، جای رونق دادن اقتصاد و تعامل با کشورهای دیگه چسبیدن به انرژی هسته‌ای، تازه با کدام دانش؟ دانش روس‌ها یا چینی‌ها؟ خلاصه که بدبخت شدیم رفت. این رو نظر فیروز بود. و همطور از دید فری، چون مراکز هسته‌ای ایران زیر دید آژانس خاصه غرب سیاسی و غیر منطقیه و ربطی به انرژی اتمی ایران نداره. به خوزستان بریم. محمد بیننده است که روی خط هست. آقای محمد نظر شما رو بشنویم. سلام علیکم، خسته نباشید جناب آقای توتونچی. سیگارچی هستم قربان. سیگارچی. بله. ببخشید من چون صدای یه بیننده ای رو شنیدم از آلمان تماس گرفتن چند لحظه پیش، فرمایش کردم یه آخوندی یا حالا سیدی یا مرجعی عرض میشد خدمت شما، قند و این کردن ممنوع کردن، حرام کردن. میخواستم اصلاح بکنم خدمت بینندگان شما، این تنباکو بود. من متاسف هستم که نه یه حالا آقای محمد یه روایتی حالا زیادم نمیدونم مستند تاریخی داره یا نه، در مورد بحث اون نفت قند بلژیکی مطرح میکنن قبل از مشروطیت، قبل از بحث اصلا تنباکو. به هر حال بحث برنامه ما این نیست، بینندگان هم گاهی میان نظر میدن، در واقع فقط نظر دیدگاه خودشون هست. چون این برنامه ما داشتیم از حضرت عالی که مجری محترم هستید آگاه باشید و تذکر بدید. آخه قند کسی که حرام نمیکنه، تنباکو رو حرام کرده بودن به مبارزه با انگلیسی‌های اون زمان. به هر شکلی عرض میشه خدمت شما، بنده یکی از موافقان انرژی هسته ای صلح آمیز هستم در کشور و این حق مسلم یک کشوری هست که علمی رو که خودش به دست آورده، علم نوینی که در تمام دنیا یه چیز حقی هست که ما نفت رو برای آیندگانمون حفظ بکنیم و هم در صورت که الان محیط زیست عرض میشه خدمت شما در خطر هست و این قدر وضعیت محیط زیست به هم خورده. این فکر کنم محمد رو ناگهان از خوزستان از دست دادیم. متاسفانه گاهی اوقات این ارتباطات ما با بینندگانمون به خصوص اونهایی که از ایران تماس میگیرن قطع میشه. اما آقای خب دیگه قسمت تنفس دیگه هم کارنم یادآوری میکنم، من حواسم نبود. یه تنفس کوتاه داشته باشیم، برمیگردیم با پیشاهنگ آقای موسوی و فرهاد صحبت میکنیم.
پیام ها و تصاویر خود را به بخش فارسی صدای آمریکا بفرستید. برای اطلاعات بیشتر در خصوص ارسال تصاویر به صفحه شهروند خبرنگار در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا مراجعه کنید. رویا، به هزینه‌های اقتصادی و هزینه‌های مالی اشاره کردیم، به هزینه‌های سیاسی داخل ایران هم یه اشاره‌ای بکنیم. گفتم به هزینه‌های مالی اقتصادی اشاره شد، اما حیفه که به هزینه‌های سیاسی ماجرا به خصوص برای منتقدان فعالیت هسته‌ای و ماجراجویی هسته‌ای در ایران اشاره نکنیم. شاید یکی از مهمترین مخالفت‌ها در داخل ایران با بحث ماجراجویی هسته‌ای زمان مجلس ششم روی داد که 134 نماینده مجلس با آیت‌الله خامنه‌ای نوشتند اگر جام زهری باید نوشید قبل از آن که کیان نظام و مهمتر از آن استقلال و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار گیرد باید نوشیده شود. و خب میدونید و میدونیم که بعد چه بر سر اون نمایندگان آمد و خب خیلی‌هاشون بعدها نه تنها نتونستن نماینده بشن، بعدها باشون برخورد شد و بازداشت و زندانی شدن. غیر از این خیلی از فعالان مدنی و سیاسی ایران بارها در نامه‌ها و مصاحبه‌ها و اظهار نظرهاشون خواستار یه روند معقولی شدن که البته اغلب این صداها شنیده نشد و حتی بعضی از آن این اظهار نظرها پرونده‌ای شد علیه این فعالان سیاسی و مدنی و عملاً علیهشون اعلام جرم شد و حتی برخیشون زندانی شدن. رویا، به نظر میشه 10 سال بعد از این انتقادات بالاخره رهبر و مسئولان جمهوری اسلامی برگشتن به همون چیزی که شعارش میدادن و میخوان در مذاکرات حق مسلمشون که فعالیت صلح‌آمیز هستی هست رو از غرب و کشورهای دیگه بگیرن؟ آرش، این مذاکرات دور سومش هستش که در دوران حسن روحانی داره اتفاق میفته. خیلی ها چشمهای منتظر هستش که ببینن چه نتیجه میاره و بیشترین کسایی هم که منتظرن خبر بگیرن از صفحه آقای ظریف هستش، وزیر امور خارجه دولت آقای روحانی، که نشون داده در چند روز اخیر و در گذشته بیشتر مباحث دورش رو داره بررسی میکنه و در صفحه فیسبوک خودش لحظه به لحظه اطلاع رسانی میکنه. 2 ساعت پیش آقای ظریف اولا که بالای صفحه خودش، یعنی پیشانی صفحه فیسبوک خودش رو تغییر داد با این شعر که اگر هزاران دام باشد در قدم چون تو با مایی نماند هیچ. خب این بازخوردهای زیادی داشت و جوابهای زیادی گرفت و تعبیرهای مختلفی از اون شد و در تقریبا 24 ساعت گذشتم آخرین گزارش خودش رو از نشست‌های مختلف داده و ابراز امیدواری کرده که منتظر بمونیم که ببینیم چه اتفاقی میفته. و البته بحث بیروت رو آورده در استاتوسش و تسلیت گفته و پیگیریش رو انجام دادن. دیگرانی هم بودن که در توییتر خودشون به این محبت پرداخته بودن. یکی از چیزهایی که امروز خیلی به چشم می‌خورد در توییتر، توییت فارسی سخنگوی خانم اشتون بود که به فارسی توییت کرده بود در مورد مذاکرات و این هم خیلی بازخورد داشت در بین کاربران توییتری و کسایی بودن که به این می‌پرداختن. روزنامه شرق همین رو گذاشته بود و کاربران زیادی به اون پرداخته بودن و به هر حال انگار آرش داره همه‌گیر میشه زبان فارسی در بین سران کشورهای مختلف، از آقای الن ایر گرفته تا به سخنگوی خانم اشتون. و حالا براتون نظر بخونم که کاربری گفته تجربه نشون داده هرچه بیشتر حسن نیت به دشمنان نشون بدیم تحریما رو بیشتر میکنن و مطالبات غیرقانونی خودشون رو افزایش میدن. گفته در یک جا باید جلوی کار اونها رو وایسیم و اجازه ندیم که این کار انجام بدن. خب آقای محمد از خوزستان، تو بخش قبل ارتباطمون قطع شد، آمدن دوباره، یعنی همکاران شماشون رو گرفتن. آقای محمد، صحبتاتون لطفاً جمع‌بندی کنید که به بقیه بیننده ها هم برسید. عرض خسته نباشید دارم. قطع شد صدای بنده. بله. عرض شد خدمت شما، من عرض کردم خدمتون موافق 100% هستم، هم خودم هم خانوادم، که ما انرژی هسته‌ای نوین رو داشته باشیم به صورت صلح‌آمیز، همون جور که رهبر کبیر انقلاب فرمودن. عرض میشد خدمت شما ما تابع ایشون هستیم. و حالا محمد یه سوال ازتون بپرسم، فقط اجازه بفرمایید حرفم تمام بشه. عرض شد خدمت شما اگر که اطلاع داشته باشید الان این علم نوینی هست، ما اینو از کسی هم به ارث نبردیم، خود ایرانی های بافک، جوانان بافک رو با دانش ما این رو به دست آوردن و صلح آمیز بودنش هم هیچ خطری برای هیچ کس نداره. الان در هند که خیلی و در پاکستان که خیلی از ما ضعیف‌تر هستن، مردم مستضعف زیادی داره، این استفاده میشه. بنابراین این حق ماست که ما این نفت رو برای آیندگانمون حفظ کنیم، برای این کشورمون حفظ کنیم. اگه کسی وطن پرست باشه و واقعا ادعای وطن پرستی داشته باشه، باعث که این رو حمایت بکنه هر ایرانی در هر جای دنیا،
باید حمایت بکنه از این. ممنونم آقای محمد از خوزستان آمدید نزد دیگه وقت نیست. من چون الان 5 6 تا بیننده دیگه هم رو خط هست، اجازه بدید یه وقت دیگه شو دوباره آمدید سوال بعدی رو از شما میپرسم. اما آقای پیشاهنگ از نیوجرسی آمریکا روی خط هستن. ما امشب خیلی از بیننده هامون از ایران، شیراز، تهران رو جلب بودن، اما آقای پیشاهنگ رو بریم ببینیم از امریکا چه نظری دارن. با سلام و درود به شما عزیزان، عرض کنم به غیر از مسئله سیاسی که پشت این بازیه، در جامعه دیکتاتوری که هر گونه مخالفت با خودی رو نمیپذیره و با مردم خودش چنین میکنه که دیدیم، حالا فکر کنین اگه دستیابی به انرژی هسته‌ای پیدا کنه و از اون به طرز یعنی برای صلح‌آمیز استفاده نکنه، حالا فردا آقای خامنه‌ای در اثر یک خوابنمایی تصمیم بگیره وارد جنگی بشه، ببینید دنیا به چه روزی میفته آخر. در ضمن این چه اصراریه مملکتی که روی گاز و نفت نشسته با این برنامه‌های انرژی خورشیدی به دنبال انرژی اتمی یا غیر بیفته یا هرچی، به هر حال این بازی که شروع کردن و نتیجه بابا ملت در اثر این بازی در فقر، بدبختی و بیچارگی داره زندگی میکنه. دست برداری دست سر این مردم، ممنونم. خدا به خدا دست برداری. ممنونم آقای پیشاهنگ، از شما سپاسگزارم که آمدید روی خط نظرت. و نظری بخونم از داریوش، گفته جمهوری اسلامی با پنهانکاری و سیاست‌های دوگانه مملکت رو به سوی سقوط پیش می‌بره. با میلیاردها دلاری که خرج برنامه هسته‌ای کردن می‌توانستن یک بهشت بر روی زمین بسازن، ولی متأسفانه با وجود این همه منابع طبیعی، بیکاری، گرانی، فحشا بیداد می‌کنه. به نظر داریوش این مسئله مثل یک چاقو می‌ماند که اگر دست یک آدم لاس بیفته با آن جان می‌گیرد، ولی اگر دست یک جراح باشه جان‌ها را نجات می‌ده. اینها اگر به بمب اتمی دسترسی داشته باشن جان هستی رو به آتش میکشن. از نظر داریوش ابراهیم هم گفته من به این تیم اعتقاد دارم و حتی اگر مذاکره به نتیجه هم نرسه از این تیم حمایت میکنم، چون در این صورت مطمئن میشم که غربی ها خواسته های نابجا دارن و قرار نیست ما به هر قیمتی از تحریما خارج بشیم. ابراهیم گفته غربی ها باید درک کنن ایران یک کشور بزرگ و تاثیرگذار در منطقه هستش و مردم تسلیم نمیشن و از حقوقشون کوتاه نمیان. به آلمان بریم. آقای موسوی روی خط هست، نظر شما رو بشنویم. با عرض ادب و سلام خدمت شما و خانم ملکی. من روی صحبتم با این آقای محمد از خوزستان نیست، چون ایشون خودشون رو دادن به خواب. روی صحبتم با کسانیه که خوابند. بله. مملکتی که این همه به قول بیننده قبلیتون نفت داره، گاز داره، نیروی خورشیدی داره، اصلا احتیاجی به نیروی اتمی نداره. و روی سخنم با این مردمایی که فکر میکنن نمیدونم چیز اتمی حق مسلم ماست و اونایی که خوابن دارم میگم، فکر میکنید که آخوندها دلشون برای شما میسوزه که بخوام به شما خدمت بکنم، برای شما نیروی اتمی درست بکنن؟ اگه دلشون میسوخت اون 95 میلیاردی که آقای خامنه‌ای گذاشته کنار، اونو تقسیم میکرد بین این بدبختایی که دارن در روز گشنگی میکشن و گرسنگی میمیرن. یک. دو، آقای رفسنجانی چندین سال پیش گفته بود که اگر این نیروی مسئله اتمی ما حل بشه، بعد غرب میره سراغ مسئله حقوق بشر و این مسئله اتمی هم حل نمیشه. آقای سیراج امکان نداره حق بشه. ممنونم آقای موسوی. چون اگر بعد از این مسئله عذرخواهی میکنم چون وقت برنامه کمه، خواهش میکنم توی یه جمله جمع‌بندی کنید به سراغ دیگر بیننده ها بریم. متاسفانه ارتباطمون قطع شد. اما آقای مطلق از ویرجینیا یا آمریکا هم روی خط هست. آقای مطلق نظر شما رو هم کوتاه بشنوید. بله بله، سلام علیکم. نظر من اینه که وقتی رئیس جمهوری مملکتی میگه من اگر بمب پیدا کنم، بمب که میسازیم بندازم سر اسرائیل، اسرائیل از بین میبره، اگه اونا یه بمب بزنن یه چندم مملکت ما از بین میره. شما تخم لق خودشون کاشتن تو دهن اسرائیلیا.
حالا میگن ما بمب نمیخوایم بسازیم. این یکی. یکی این که وقتی دروغ میگن کسی گوش نمیده. وقتی میگن ما در سوریه لشکر نداریم، فیلمش میدن دارن فارسی صحبت میکنن، مردم میکشن، دروغ میگن. چیزای دیگه میگن، دروغ میگن. و این در دینشون رو که دین تقیه کنید، ولی آمریکایی‌ها نمیدونن تقیه یعنی چی. تقیه یعنی دروغ. و در ثانی وقتی شما هنوز چهار رو نکندین، منا رو میخواییم بدازین، اول بامبتون رو بسازیم، بعد میگیم ما میندازیم سر یک کشور دیگه. شما فکر کنید امیر قطر چی گفته؟ گفته هرچی بزرگان ایران میگن شما برعکسش کنید، اون درسته. این مملکت به اینجا رسیده که یک رئیس یک کشوری همچی حرفی بزنه که وقتی اینا یه چیزی میگن هرچی میگن برعکسش کنید. شما ببینید چه وضعی خبری. ممنونم آقای مطلقی روی خط اومد. مهرداد گفت اگر دستیابی توافق آسان بود مدت ها قبل انجام میشد. همینطور امید گفت من احساس میکنم میخوان ایران رو بازی بدن و امتیاز بگیرن. ایران باید تهدید به ترک مذاکره کنه تا جوابی باشه برای کسانی که اونجا سنگ اندازی کردن و اونها عقب نشینی کنن. کاربر دیگه هم گفت نمیدونم چرا خوشبین نیستم، نه به خاطر تیم مذاکره کننده ایران، احساس میکنم طرف مقابل منافعی داره که فعلا به نفعش نیست توافق پیش بیاد. و محمد هم گفته مذاکره تا ابد ادامه داره. خب این سرباهنگ برنامه این نیمه دوم خیلی تون شد، میانداز زیادی آمدن روی خط. اما به سراغ بلژیک بریم، به کشور بلژیک روی خط اسکایپ ما بهنام. ببینیم آقای بهنام نظرش چیست. صدای من امیدوارم داشته باشیم. بله داریم. من ببینید من خیلی کوتاه میگم تیتوار. اولا که آمریکا با اتمی خودش و پروژه منهم بود توی با اولین بطومی آزمایشیشو در صحرای موهاوی منفجر کرده بود و احتیاجی نداشت که روی ژاپن بندازه. اونجا قدرت نمایشو کرد، گفت اگر جنگ رو ادامه بدید این بلا سرتون میاد. ادامه دادن و سرشون اومد. دومی که من خارج یه دونه نیروگاه اتمی بهترین رو، یعنی از بهترین تکنولوژی استفاده کنن، بالاتر از 6 میلیارد دلار به امروز 170 میلیارد دلار از خزانه این مردمی که امروز 80% 70% زیر خط فقره برداشتن هزینه کردن. بعدم این آقایون میگه که یک تکنولوژی بومی امروز دانشمندای خودمون بهش دادن. از من دانشمندای خودمون هستن. پس عبدالقدیر خان این وسط چیکاره بود؟ عبدالقدیر خان این همه سال میرن توی پاکستان چوت میخریدن توی مالزی و این برای این چی بود؟ تمام خارجی که اینطوری به ملت هزینه شده حساب نکردن، به ملت نگفتن و آقای مزی ها میان میگن که حق مسلم باز نهیزه. من حق مسلم ها یه دونه هوای تمیز داشتن. حق مسلم ها اینه که توی کشوری توی شهری زندگی بکنید که فضاشو با این پارازیتی ها تبدیل میکروبه نگرده باشن که اینطوری مردم سرطان بگیرن برن توی بیمارستان ها و همه این برن. حق مسلم مردم خیلی چیزهای دیگه از قبل از انرژی اتمی 170 میلیارد دلار هزینه شده، هنوز که هنوزم به هیچ چی دست پیدا نکردن و فقط دنیا رو دارن تهدید کنن. یه روز اسرائیل رو تهدید کنن، یه روز کشورهای حاشیه فارس تهدید میکنن. ممنونم بهنام عزیز، ارتباط صداییمون کیفیت لازم رو هم نداره. به انتهای برنامه هم تقریبا رسیدیم. ازت تشکر میکنم که آمدی روی خط و این بحث رو ادامه دادی. به هر بینندگان خودشون نظر و همدیگه جواب میدن دیگه. ما اینجا مرمر نوشته من فکر میکنم ما خیلی واقعیت‌ها رو نمی‌بینیم یا اینکه نمی‌خوایم ببینیم. گفته توافق در این مذاکرات آسان نیست، شاید هم کمی غیر ممکنه، اما چون دوست داریم که توافق انجام بشه داریم برای خودمان یک شرایط آرمانی می‌بینیم. این باعث میشه در صورت به توافق نرسیدن مذاکرات ناامیدی مضاعفی بر جامعه حکمفرما بشه و بدون دلیل موج اعتماد رو از گروه مذاکره کننده سلب کنیم. این سلب اعتماد از طرف مردم به ادامه کار دولت بسیار لطمه وارد می‌کند. به این واقع‌بین باشیم. مرمر پیشنهاد داده که واقع‌بین باشیم و گفته شرایط بسیار پیچیده‌ای در مذاکرات وجود داره و کاربران دیگه‌ای هم بودن که میگفتن این دور باطل هستش و به این نتیجه نمیخواد برسه. خیلی هم میگفتن که این ادامه دار خواهد بود. اما توییتر اوریانا در توییتر خودش نمیشه وقتی عراقچی همه هم میگه فعلا چشم انداز مذاکرات روشن نیست، یعنی شما روی دور جدید تحریم ها حساب کنید. حالا نمیخوایم زیر سوال ببریم و بخواه چون همه خوشبینن، ولی انصافا یه جورایی شده مثل دورهای قبلی. خب این دفعه همه بعد از هر مذاکره مثبت هستن، میگن که به
توافقاتی رسیدیم، ولی الان سه دوره حداقل تو ژنو بحثشون ادامه پیدا کرده و به توافق مشخص نرسید. سریال ادامه داره مذاکرات هسته‌ای و کاربرانی که در موردش می‌نویسن، شما هم میتونید در صفحه فیسبوک ما بنویسید و همینطور به برنامه خودتون بیاین و نظرتون بدین و ما از نظر شما استفاده می‌کنیم، اونو به اشتراک می‌ذاریم. تا برنامه دیگه، شب خوش، خدا نگهدار. از اینکه همراه ما بودید، نظر دادید، شنونده خوب ما بودید، تشکر می‌کنیم از شما و امیدواریم فرصت بعدی رو با خدمتتون باشیم.